سلام، با 180 ثانیه سه شنبه هفتم اسفند ماه ما رو همراهی کنید. به دنبال انتشار خبر استعفای محمد جواد ظریف، وبسایت انتخاب نوشته است. ظریف گفته بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. اشاره او به تصاویر منتشر شده از دیدار علی خامنه‌ای، حسن روحانی و قاسم سلیمانی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. در خبری دیگر، محمد جواد ظریف در پاسخ به سؤالی درباره دلایل استعفایش گفته است: استعفای من صرفاً به منظور دفاع از شأن و جایگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجی بوده است. من ناراحتی و دلخوری شخصی ندارم. پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز در واکنش به خبر استعفای جمعی از دیپلمات‌ها و مدیران وزارت امور خارجه از قول ظریف خواستار پرهیز از چنین اقداماتی شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که برای یک مأموریت رسمی در سفر عراق به سر می برد، سفرش را به دلیل استعفای ظریف نیمه کار رها کرده و به تهران بازگشت. از سوی دیگر جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت استعفای ظریف قبول شده و قطعی است. رفتن زنگنه وزیر نفت هم حتمی است. یک و یا دو وزارتخانه دیگر هم وجود دارد که در شرف استعفا و جابجایی هستند. او همچنین بیان کرده حدود دو ماه پیش هم ظریف 9 روز خانه نشین شد و سر کار نرفت و انتظار داشت روحانی و واعظی به او زنگ بزنند، ولی آنها تماسی نگرفتند. امروز سه‌شنبه، بازنشستگان کشوری بر اساس فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت معیشتی، تبعیض و احقاق حقوق تضییع شده خود مقابل ساختمان مجلس در بهارستان تهران تجمع اعتراضی و راهپیمایی برگزار کردند. استعفای وزیر امور خارجه ایران واکنش‌های بین‌المللی هم به دنبال داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در حساب کاربری خود در توییتر نوشت ظریف و حسن روحانی تنها ویترین یک مافیای فاسد مذهبی هستند. ما می‌دانیم خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. سیاست ما تغییری نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در یک پیام توییتری به زبان عبری نوشت ظریف رفت، از دستش راحت شدیم.